آمریکا، ویتنام، دو دشمن سابق و دو دوست فعلی. دوستی که از امروز به بالاترین سطح ممکن رسیده. روز یکشنبه، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، پس از پایان اجلاس گروه 20 در هند، وارد هانوی، پایتخت ویتنام شد. سفری که از پیش برنامه ریزی شده بود و نه فقط مقامات ویتنام، بلکه مردم این کشور نیز مشتاقانه منتظر فرود ایر فورس وان، هواپیمای ویژه رئیس جمهوری آمریکا بودند. در مقایسه با رهبران خارجی دیگه که به ویتنام اومدن، تنها رئیس جمهور آمریکا میتونه مردم رو به خیابونا بکشونه تا ببینن رهبر آمریکا کیو، البته یه نگاهی هم به ماشینش بندازن. از همان بد و ورود، مقامات ویتنام در استقبال از بایدن سنگ تمام گذاشتند. نگوین فو ترانگ، دبیر کل حزب کمونیست ویتنام، پس از دیدار با جو بایدن از تحولی بی سابقه در روابط دو کشور خبر داد. برای منافع مردم دو کشور و با امید به گسترش همکاری ها در راستای صلح، ثبات و توسعه در شرایطی تازه، من و پرزیدنت بایدن به نمایندگی از دو کشور تصمیم گرفتیم در بیانیه مشترک روابط میان ویتنام و آمریکا رو به سطح شرکای استراتژیک ارتقا بدیم. اتحاد استراتژیک میان آمریکا و ویتنام را می توان نقطه اوج تلاش‌های بی‌وقفه واشنگتن برای مقابله با نفوذ چین در آسیا توصیف کرد. ویتنام قدرتی مهم در سطح جهان و کشوری پیشرو در این منطقه حیاتی است. و من از آغاز فصلی تازه در تاریخ روابط دو کشور استقبال می‌کنم. آمریکا در راستای کاهش اتکای خود به چین برای منابع استراتژیک مانند نیمه رسانه‌ها و مواد معدنی کمیاب، ویتنام را عنصری کلیدی می‌داند. البته بایدن تلاش کرد امضای این توافق تاریخی با ویتنام به معنای اقدامی از سوی آمریکا برای جلوگیری از نفوذ بین‌المللی چین تعبیر نشود. همه تلاش‌های ما از اولین روز شروع کار دولتم این بوده که به شرکایمان در منطقه هند و اقیانوس آرام نشان بدهیم که آمریکا یکی از کشورهای اقیانوس آرام است و ما قرار نیست جای دیگری برویم. یا به عبارتی بایدن تلویحاً به چین گفت که آمریکا یکی از اعضای این منطقه است و پکن نمی‌تواند اقدامات واشنگتن در منطقه هند آرام را مداخله خارجی توصیف کند. به فاصله کوتاهی پس از این اظهارات، آمریکا و ویتنام در بیانیه‌ای مشترک نسبت به استفاده از زور در دریای جنوبی چین هشدار دادند. کاملا واضح است که مخاطب هشدار واشنگتن و هانوی کسی نیست جز پکن. به نظر می‌رسد ادعای مالکیت چین بر تقریبا کل دریای جنوبی چین، علاوه بر رقبای سنتی این کشور، منتقدان سرسخت تازه‌ای هم پیدا کرده. از جمله ویتنام که پس از حداقل یک بار چشیدن طعم نچندان مطبوع زورگویی‌های دریایی چین، فهمید که چیدن همه تخم مرغ‌هایش در سبد پکن شاید دیگر چندان کار عاقلانه‌ای نباشد. اما حداقل از این پس ویتنام می‌داند که در برابر چین بیار و یاور نخواهد ماند. محسن ایزدی، لندن.